وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای به دولت آمریکا هشدار داد که اگر شرکت‌های روسی به دلیل فعالیت‌های اقتصادیشون در ایران هدف مجازات‌های آمریکا قرار بگیرند، مناسبات دو کشور با پیامدهای سنگینی روبرو خواهد شد. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌اش گفته شرکت‌های روسی که محدودیت‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل را نقض نمی‌کنند، نباید مشمول قوانین و مجازات‌هایی شوند که آمریکا علیه ایران وضع کرده. در غیر این صورت، وزارت امور خارجه روسیه تهدید کرده که مناسبات روسیه و آمریکا با نتایج سنگینی روبرو می‌شوند. وزارت امور خارجه روسیه تصریح کرده که مجازات‌های قبلی آمریکا علیه شرکت‌های روسی که در ایران فعالیت می‌کنند در سال 2010 از میان برداشته شدند. سنای آمریکا در پایان ماه می مجازات‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرد تا این کشور را به چشم پوشی از غنی‌سازی اورانیوم وادار کند. مجازات‌های جدید به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد که کشورها و شرکت‌هایی را هدف مجازات قرار بده که با دولت تهران در زمینه‌های نفتی و هسته‌ای همکاری اقتصادی می‌کنند. شرکت اتم روس، سازنده نیروگاه اتمی بوشهر، دیروز آمادگی خودش را برای ساختن یک نیروگاه جدید اتمی در بوشهر اعلام کرد. معاون سازمان اتمی روسیه با اعلام این خبر اضافه کرد که این شرکت در صورتی اقدام به ساختن نیروگاه جدید در بوشهر می‌کنه که انجام آن سودآور و از نظر سیاسی مناسب باشه. در روزهای گذشته فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که این کشور قصد داره نیروگاه اتمی جدیدی در بوشهر احداث کنه. در صورتی که ایران ساختن نیروگاه جدید خودش رو از نو به روسیه واگذار کنه، اقدام آن اعطای امتیاز به مسکو تلقی خواهد شد، چون نیروگاه اتمی بوشهر به رغم هزینه‌های گزاف و 12 سال تأخیر در راه اندازی هنوز قادر به تولید برق نیست. در اظهاراتی جداگانه، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت که دولت آمریکا به دلیل موقعیت برتر دلار در مبادلات بین‌المللی هم ایران را هدف تحریم قرار میده، هم شرکت‌های خارجی را مجبور به رعایت این تحریم‌ها می‌کنه و همین که از شرکت‌های خارجی می‌خواد که گزارش تماس‌ها و فعالیت‌های خودشون را در ایران به اطلاع خزانه‌داری آمریکا برسونن. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اقدام آمریکا رو باج‌خواهی آشکار علیه تاجرانی توصیف کرد که هنوز مناسبات خودشونو با ایران قطع نکردند. طناز خامه، اتاق خبر.